به نام خدا، محمد مهدی روزبهانی هستم، مدرس درس زیست شناسی. قراره تو این بخش از جلسه در ادامه من پس جلسه قبلی بیایم یه سری سوال و مسئله رو با هم دیگه کار بکنیم که این مسئله ها در واقع عددی نیستن، محاسباتی نیستن و یه سری نکات مفهومی از ژنتیک شما هستش که با میتوز و میوز و حالا فصلهای دیگه ممکنه ترکیب شده باشه. پس امیدوارم انشالله این مطالب رو شما یادداشت بکنین، سوالات رو یادداشت بکنین که مرورشون بکنیم و نکاتشون رو در ذهنتون برای آزمون و کنکور داشته باشه. بریم سراغ سوال اول. میگه صفتی بر روی کروموزوم جنسی قرار دارد و سبب بیماریزایی توسط بعضی از آللهایش میشود. اگر این صفت دو آلل داشته باشد، از ازدواج پدر بیمار با مادری سالم جای خالی. خب میگه امکان نداره تمام پسران سالم باشن. ما کنین، خب ما کلا چند حالت داریم؟ دو حالت. یا اون بیماری وابسته به ایکسمون غالبه یا اون بیماری وابسته به ایکسمون مغلوبه، یعنی آلل مغلوب بیماری زای. اگر بیماری وابسته به ایکسمون غالب باشه، خب پدر باید چی باشه؟ سالم باشه. پدر سالم، پدر بیمار باید در واقع الزاماً ایکس ای بزرگ وای باشه و اون مادر در واقع میگه مادر باید سالم باشه، پس الزاماً باید ایکس ای کوچیک XA کوچیک باشه. اما اگر مغلوب باشه، در واقع پدر ما قراره بیمار باشه، پس باید XA کوچیک Y باشه. اما مادر دو حالت میتونه داشته باشه، یا XA بزرگ XA کوچیک باشه یا XA بزرگ XA بزرگ باشه. در حالت اول تمام پسران ما چیه؟ XA کوچیک Y، یعنی همه پسرای ما میتونه سالم باشه. بس مورد اول غلطه. مورد دوم، امکان نداره دختری سالم و بیمار، پسر سالم و بیمار تو خانواده ببینیم. اگر این حالت رو در نظر بگیریم، میبینیم که هم امکان تولد پسر بیمار رو داریم، هم امکان تولد پسر سالم، هم دختر بیمار و هم دختر سالم. پس این حالت هم رد میشه. میگه سه، هر سه فرزند خانواده نمیتونن بیمار باشن. فرض کنین همین حالت رو در نظر بگیریم، همین حالتی که دورش دایره کشیدیم و زاده های ما همه پسر باشن و ژنتیکشون ایکس ای کوچیک وای باشه، طبق احتمال سه فرزند پسر باشن و سه فرزندم ایکس ای کوچیک وای باشن، پس میتونه سه فرزند خانوادهمون بیمار باشه. اما مورد چهارم، میگه همواره امکان تولد دختر ناخالص وجود دارد. اگر فرض کنیم غالب باشه، هر دختری که متولد میشه الزاماً جنوتیپش XA بزرگ XA کوچیکه، پس هر دختری اونجا توی اون حالت ناخالصه. اما توی حالت پایینی اگر در واقع بیم XA بزرگ XA کوچیک رو بگیریم، خب امکان تولد دختر XA بزرگ XA کوچیک وجود داره، پس این حالت هم امکان پذیر بود. توی حالت پایینی هم که همه دخترها الزاماً XA بزرگ XA کوچیکه، پس در هر سه حالت ما امکان تولد دختر ناخالص وجود داره. حالا بریم سراغ سوال بعدی. میگه چند مورد وابستگی رو نادرستی تکمیل میکند. میگه در توارث یک صفت وابسته به ایکس، امکان ندارد دختر یک دختر مبتلا یک دگره معیوب را از مادر بزرگ خود به ارث برده باشد. خب نکنین، فرض کنین دختر مبتلا بیماری وابسته به ایکس مغلوبه. دختری که مبتلا باشه به بیماری وابسته به ایکس مغلوب، الزاماً ایکس ای کوچیک ایکس ای کوچیکه. یکی رو از پدر گرفته، یکی رو از مادر گرفته. میگه امکان نداره دیگری معیوب رو از مادر بزرگ خودش به ارث برده باشه. خب چرا دیگه؟ اگه فرض کنیم این رو از پدر گرفته باشه، پدر ایکس ای کوچیک وای باشه و این پدره هم این رو از مادرش گرفته باشه و مادر اون فرد ایکس ای کوچیک ایکس ای کوچیک باشه، پس امکان این که این دختر از مادر بزرگ خودش یه آلل رو به ارث برده باشه امکان پذیر هست. پس این هم در واقع غلطه، امکان ندارد نیست، امکان دارد. میگه در یک بیماری وابسته به ایکس در واقع غالب، امکان ندارد یک پسر مبتلا پدر بزرگ مبتلا داشته باشه. خب پدر پسر چی باشه؟ میگه وابسته به ایکس غالب، پسر از نظر در واقع این بیماری مبتلا دیگه. وقتی تو بیماری وابسته به ایکس غالب قرار پسر مبتلا باشه، میشه ایکس ای بزرگ وای، درسته؟ یعنی یکی از آلل وای رو از پدر گرفته، کروموزوم وای رو از پدر گرفته، کروموزوم ایکس ای رو قطعا از مادر گرفته. خب وقتی مادر کروموزوم ایکس ای بزرگ رو داره، قطعا اون مادر هم مبتلا. و فرض کنین اون مادر میتونه مثلا ایکس ای بزرگ ایکس ای بزرگ باشه، میتونه ایکس ای بزرگ ایکس ای کوچیک باشه، کار نداریم. همین آلل ایکس ای بزرگ رو مادر میتونه از کی گرفته باشه؟ از پدر خودش گرفته باشه و پدر چی باشه؟ ایکس ای بزرگ وای. پس میتونه زاده رو، اون پسر مبتلا، الکتر واقع اون آلل خودش رو از پدر بزرگش به ارث برده باشه. پس این حالت هم امکان پذیره. اما حالت بعدی، میگه در یک بیماری در واقع غیر جنسی نهفته، یعنی چی؟ یعنی آقا یک بیماری اتوزوم مغلوب
میگه امکان ندارد یک پسر بیمار در بد و تولد فاقد علائم باشد. چرا؟ در بیماری فنیلکتونوری که یک بیماری اتوزومی مغلوب هست، فردی که فنوتیپش مغلوبه یا در واقع ژنوتیپ خالص مغلوب رو داره در زمان تولد هیچ علائمی رو از خودش بروز نمیده. این اگر بیاد در واقع موادی که آمینو اسید فنیل آلانین دارن زیاد از حد مصرف بکنه یا بعضی موقع به طور کلی مصرف بکنه، این میتونه دارای علائم بشه. بس در بد و تولدش چی بوده؟ فاقد علائم بوده. پس نه امکان دارد. میگه در یک توارث یک صفت غیر جنسی بارز یا هم اتوزوم غالب امکان ندارد یک عموی بیمار خواهرزاده سالم داشته باشد. خب نکنین، میگه بیماری چیه؟ اتوزومه. بیماری اتوزوم بارز هم هست. یعنی آقا اون در واقع خواهرزاده سالم چی میشه ژنوتیپش؟ ای کوچیک ژنوتیپ سالم دیگه، بیماری وابسته غیر وابسته به ایکس غالبه. خب خواهرزاده که میشه، پس خواهره الزاماً ای کوچیک رو داشته. حالا فرض کنین خواهره در واقع چی داشته باشه؟ ای کوچیک رو داشته باشه، یه دون در واقع مثلا میگم سالم هم باشه، یه ای کوچیک دیگه هم داشته باشه. حالا پدر مادر اون مادره چی بوده؟ یعنی پدر بزرگ مادر بزرگش مثلا میتونه فرض کنین ای بزرگ ای کوچیک باشه، ای بزرگ ای کوچیک باشه. پدر مادر یعنی مبتلا باشن، پدر بزرگ مادر بزرگه، اما یه دختر سالم دادن که اون دختر سالم یه بچه سالم به دنیا آورده. حالا این پدر مادره میتونن یه فرزند پسری داشته باشن که مثلا ژنوتیپش ای بزرگ ای بزرگه یا ای بزرگ ای کوچیکه. این میشه چی در واقع؟ این میشه همون در واقع داییه که خواهرزاده سالم، در واقع این عمویه که میتونه خواهرزاده سالم داشته. این دیگه میشه عموش، این میشه خواهرزادهش در واقع. پس این عموه میتونه بیمار باشه، خواهرزادهش میتونه سالم باشه. پس این هم که میگه امکان ندارد غلطه و هر چهار موردش در واقع نادرست بود. پاسخ این تست گزینه شماره چهارم شد. اما سوال بعدی میگه صفت طول بال دوباره صفت از زنبور عسل غیر جنسی است و توسط دو دایره کنترل می شود و بلندی بال بر کوتاهی آن غالب است. خب میگه چند مورد از موارد زیر جمله مقابل را به درستی تکمیل نمی کنند. میگه در همه زنبورهای عسل هنگام تشکیل کامه، پس همه زنبورهای عسل، ما می دونیم که زنبورهای در واقع ماده اصلا گامت تولید نمی کنند. یک دوم زنبورهای نر که میتوز گامت تولید می کنند، پس تترا تشکیل نمیدن. میگه در همه زنبورهای عسل دگره نهفته یا آلل مغلوب به تنهایی در برون صفت نهفته ناتوان است. این هم غلط. فرض کنید زنبوره چی باشه؟ نر باشه. زنبور هاپلویده، کافیه در واقع یه آلل مثلا دارم میگن که مال کوتاهی بال هست که آلل مغلوب ما هم هست داشته باشه. با وجود این یه آلل این آلل اصلا خودش رو بروز میده و اون صفت هم بروز پیدا میکنه. پس اینکه بگیم به تنهایی ناتوان است واسه زنبورهای عسل نر صادق نیست. میگه در همه زنبورهای عسل گامت ها در پی داشتن دگره ها از کروموزوم های همتا تشکیل میشوند. خب حواستون باشه ما توی زنبورهای در واقع نر هاپلوید بود و هیچگاه کروموزوم همتا نداشتیم، پس این هم غلط شد. میگه دال برای هر رخنمود یا هر فنوتیپ الزامن در واقع دو دگره وجود دارد. برای هر فنوتیپی دو دگره وجود دارد، اینجوری نیست دیگه. ممکنه برای مثلا توی زنبورهای ماده ما، توی زنبورهای نر ما که هاپلویدن، یه آلل ای کوچیک داشته باشیم، یه آلل ای بزرگ. این برای بلندی باشه، این برای کوتاهی بال باشه. خب این کوتاهی بال یه آلل، بلندی بال هم یه آلل داره. چرا؟ چون این زنبور هاپلویده. زنبورهای هاپلوید فقط برای هر صفت یه آلل دارن. چون این صفت هم چیه؟ صفت تک جایگاهی، چند جایگاهی نیست که ما بخوایم بگیم ممکنه چند تا در واقع آلل داشته. نه، این صفت تک جایگاهی رو داره بررسی میکنه. برای صفت های تک جایگاهی جاندارانی که هاپلوید هستن، سلول هایی که هاپلوید هستن، فقط یک کروموزوم داره، فقط یک الزامی و هر چهار موردش نادرست شد. سوال بعدی میگه پدر و مادری سالم با گروه خونی آ مثبت و ب مثبت سالم، دو فرزند پسر با گروه خونی او منفی شدن. خب وقتی گروه خونی پدر آ مثبته، ما که نمیدونیم چیه آ او یا در واقع آ، گروه خونیش هم چیه؟ گروه خونیش هم میگه مثبت دیگه. خب گروه خونیش که بخواد مثبت باشه اتفاقی میفته؟ گروه خونیش که بخواد مثبت داره آر، نمیدونیم آر بزرگه یا آر کوچیکه، یعنی دیدی بزرگ دیدی کوچیک، نمیدونیم. مادر هم همینطور، دوباره نمیدونیم که چیه. میگیم آقا بی مینویسیم، یه دایره روش تشخیص بدیم و یه دونه ها آره بزرگ جای خالی. خب میگه فرزندان چی ان؟ او منفی، یعنی او آره کوچیک آره کوچیک. پس یه آره کوچیک از پدر گرفته، یکی از مادر گرفته، یه او از پدر گرفته، یه او از
مادر گرفته. پس اینا رو فهمیدیم. خب میگه که آقا پسرها یکیشون مبتلا به زالی بوده که یک بیماری غیر جنسی نهفته است. فرض کنیم مثلا یکی از پسرها مبتلا به بیماری زالی بوده که دیه کوچیکه خب، و یکی از پسرها هم مبتلا به هموفیلی بوده. خب داره میگه پدر مادر سالمه، یعنی نه زالی دارن نه هموفیلی. حالا این پسر یا آلل رو از پدر گرفته یا آلل رو از مادر گرفته، یعنی یه دی اینجا یه دی هم اینجا، اما پدر مادر هر دو سالمن، پس دی بزرگ هم کنارش دارن چون قراره پدر مادر ما سالم باشن، ولی خب آلل های بیماریزا رو دارن. حالا بریم سراغ اون تیکه دومش. میگه که آقا پسر مبتلا به هموفیلی هم هست. خب پسر که مبتلا به هموفیلی باشه کروموزوم وای رو از پدر گرفته، این آلل ایکسش رو از مادر گرفته، اما میگه هم پدر سالمه هم مادر. پس وقتی پدر سالمه این میشه ایکس اچ بزرگ وای، این هم باید ایکس اچ بزرگ کنار بشه که این دوباره این مادره هم سالم باشه. پس فهمیدیم که آقا ژنتیک پدر مادرش چجوری میشه. اما بریم سراغ گزینه ها. میگه تولد کدام فرزند زیر ممکن نیست. میگه پسری با گروه خونی مثبت و خالص و فقط مبتلا به زالی. خب نکنین پسری با گروه خونی مثبت و خالص، فرض کنین گروه خونیش مثلا دارم میگم بشه AB، گوت خالص بشه، مثلا گروه خونیش بشه فرض کنیم OO و مثلا آر کوچیک آر کوچیک، میگه فقط هم به زالی مبتلا باشه. خب یعنی دی کوچیک باشه و از نظر هموفیلی سالم باشه، پس فرزند اول امکان پذیره. این همیشه ژنوتیپش که این زیر گفته شد، پس فرزند اول امکان پذیره. میگه فرزند دوم، میگه که در واقع دختری با گروه خونی AB مثبت و مبتلا به هموفیلی و زالی. خب آقا AB امکان پذیر هست، مثبت بودنش هم امکان پذیر هست، اما ببینیم آیا دختر میتونه هم زال باشه هم هموفیلی. برای زالیش که امکان پذیره، ممکنه دیه کوچیک باشه، اما برای هموفیلیش فرض کنین که این ایکس اچ کوچیک رو داشته باشیم، با هر کدوم از این آلل ها در واقع بشه ایکس اچ بزرگ. زادای دختر ما اینجوری میشن دیگه، ایکس اچ بزرگ ایکس اچ کوچیک یا ایکس اچ بزرگ ایکس اچ بزرگ. خب توی هیچ کدوم از این حالت ها امکان تولد دختر مبتلا به هموفیلی وجود نداره، پس این ممکن نیست. میگه دختری گزینه سرم بررسی بکنیم، میگه دختری ناخالص برای گروه خونی B مثبت، آره فرض کنیم دختر BO باشه و آره بزرگ آره کوچک، این که امکان پذیره. میگه و فقط سالم از نظر هموفیلی، بله اگر از نظر در واقع زالی بیمار باشه از نظر هموفیلی هم که همیشه سالمه، پس این هم امکان پذیره. گزینه چهارم، میگه پسری با گروه خونی آ منفی و مبتلا به هموفیلی و زالی. خب اگر بخوام گروه خونی آ منفی باشه فرض کنیم میشه AO، اون برم بشه آر کوچیک، پس امکان پذیره مبتلا به هموفیلی و زالی. به زالی هم که امکان پذیره چون صفت غیر وابسته به ایکس، اصلا ربطی به هموفیلی نداره، و پسر هموفیل هم امکان پذیره. فرض کنین این از مادر ایکس اچ کوچیک رو بگیره، از پدر وای رو بگیره، میشه ایکس اچ کوچیک وای، پس این هم امکان پذیر بود. تنها حالتی که ممکن نبود فقط گزینه شماره دومه، چون همه دخترهایی که ما داریم الزاماً از نظر هموفیلی سالم هستن. خب اما سوال بعدی یه سوال مفهومی مشابه ساده شده، سوال کنکور سراسری سال 97. میگه چند مورد از موارد زیر در ارتباط با اسپرماتوسیت های اولیه در بدن یک مرد سالم و بالغ صحیحه. خب اسپرماتوسیت اولیه چه ویژگی داره؟ میدونیم که اسپرماتوسیت اولیه هاپلویده، اما کروموزوم هایی که داره اون کروموزوم هاش مضاعف شده است، یعنی دو کروماتیدیه. حالا میگه باعث تولید یاخته های هاپلویدی میشوند. هر اسپرماتوسیت اولیه‌ای که تقسیم میوز دو رو انجام بده الزاماً باعث تولید یاخته های هاپلویدی هم میشود، پس این صحیحه. میگه به ژن‌های مسئول تعیین جنسیت رو در بر دارن. خب ژن‌های مسئول تعیین جنسیت بر روی چی بود؟ بر روی کروموزوم X یا Y. بالاخره هر اسپرماتوسیت اولیه یا کروموزوم X رو داره یا کروموزوم Y، پس ژن‌های مسئول تعیین جنسیت رو هم دارن. مورد جیم، میگه فقط یک دگره یا یک آلل مربوط به هر صفت دریافت کردن. حواستون باشه اگر اون صفت ما چند جایگاهی باشه اون اسپرماتوسیت اولیه چند تا آلل واسهش داره، فقط یک آلل نداره، پس مورد جیم غلط میشه. میگه هر فامتن هسته آن در زمان آغاز تقسیم کاستمان از دو نیمه شبیه به هم تشکیل شده. خب
هر فامتن یعنی هر کروموزوم هستش در زمان آغاز میوز از دو نیمه شقیق به هم تشکیل شده، بله هر کدوم از این کروموزوم هاش دو کروماتیدی هن و کروماتید ها الزاما با هم دیگه مشابه هن. حواستون باشه داره میگه در زمان آغاز تقسیم کاستمان، این در زمانی که میخواد میوز رو شروع بکنه. اگر میگفت از دو نیمه 100% شبیه به هم یا دو نیمه کاملا شبیه به هم، اون موقع اشتباه میشد. چرا اشتباه میشد؟ چون که ممکن بود در طی میوزه یک کراسینگ اوور رخ داده باشه، مثلا چی شده باشه در واقع واسه، حالا البته واسه کروموزوم جنسیش نه، واسه یکی از کروموزوم های دیگه‌اش، چون کروموزوم های جنسیش ایکس و وای که نمیتونن با هم دیگه کراسینگ اوور بدن، فرض کنیم واسه یکی از کروموزوم های دیگه‌اش چه رخ داده باشه، کراسینگ اوور رخ داده باشه. فرض کنیم مثلا کروموزوم شماره 1ش، خب یه دونه در واقع مثلا دارم میگم اینجا آ بود، این آ بود، اینجا اینجا هم دوباره آ قرار میگیره، اینجا هم ای کوچیک، اینجا هم ای کوچیک، اینا کروموزوم همتا هم دیگه. فرض کنید در مرحله پروفاز میوز یکی که انجام شد، اینجا بیاد بین این کروماتید غیر خواهری کراسینگ اوور صورت بگیره، چی میشه در واقع؟ اون کروموزوم ها این شکلی میشن دیگه، اگه بخوایم رسمش بکنیم، این میشه ای بزرگ، این میشه ای کوچیک، این میشه ای بزرگ، این میشه ای کوچیک، این میره توی یه اسپرماتوسیت، این توی یه اسپرماتوسیت دیگه، و میبینیم که در زمان آغاز تقسیم دو نیمهشون الزاماً دیگه 100% شبیه به هم نیست. بس اینجا شما نگفتید 100% شبیه به هم، بله چون کروماتیت های خواهری در واقع شباهت دارن به هم، درسته تا حدودی، ولی اگه میگفت 100% شبیه به هم، غلط میشد. چرا؟ چون ممکن بود در میوزی کراسینگ اوور صورت بگیره و این آلل ها کاملا شبیه به هم نباشن. پس چند مورد صحیح بود؟ 3 مورد، موارد الف، ب و دال صحیح بود. اما بریم سراغ این سوال. میگه در گیاه مورد مطالعه هوگودووری پس از تولید مثل جنسی ممکن نیست در اون یک تخمک یاخته های تخمی با عدد کروموزومی جای خالی و جای خالی تشکیل بشه. خب حالا اون آخر کلاس یکم راجع به سلول های گیاهی و تولید مثل گیاهی هم صحبت میکنیم راجع به ژنتیکشون و اینها. اما اینجا خب نکنین سلول مورد مطالعه هوگو چی بود؟ گل مغربی در واقع دیپلوید و تتراپلوید بود. چه اتفاقی میافتاد؟ ما گفتیم که آقا وقتی میخواست گونه زایی رخ بده، یه دونه سلول 2N، سلول زاینده 2Nش میخواد تقسیم میوز انجام بده، سلول N به وجود بیاره، اما خطای میوزی اتفاق میفته و این به جای اینکه سلول N یعنی گامت N تولید بکنه، یه گامت 2N تولید میکنه، همه کروموزوم ها از هم جدا نمیشن. یه توی جاندار دیگه هم دوباره 2N مثلا فرض کن، اون هم دوباره گامت 2N تولید بکنه، اینها با هم لقاح میدن، چی به وجود میارن؟ یه گامت 4N رو به وجود میارن، درسته؟ این گامت 4N که به وجود میاد میشه گل مغربی در واقع تتراپلوید. خب حالا گل مغربی تتراپلوید به وجود اومد، درسته؟ یه 2N با 2N لقاح داد، گل مغربی 4N رو به وجود داد. حالا ما میگیم این یه گونه جدید 4N. چرا یه گونه جدیده؟ چون فرض کنیم اگر این ویژه گامت تولید بکنه، گامتش میشه 2N، یعنی میتوزش میازش صحیح رخ بده، یه گامت تولید میکنه گامتش میشه و 2N، و از اون ور هم اون سلول گیاه 2N ما هم یه گامت N که تولید بکنه، این یه جاندار رو به وجود میاره که 3N. این جاندار 3N جاندار نازاه. ما چه موقعی میگفتیم آقا دو تا فرد از یک گونن؟ میگفتیم آقا اگه اینها بتونن با هم آمیزش بدن و این آمیزش موفقیت آمیز باشه، یعنی چی؟ یعنی زاده هایی تولید کنه که این زاده ها هم زیستا باشند هم زایا، نه اینکه یکیشون زیستا یکیشون زایا، نه هم زیستا هم زایا باشند. خب اینجا داریم میبینیم که زاده که تولید شد 3N بود و این زاده 3N نازاه، پس این آمیزش موفقیت آمیز نبوده، پس گیاه 4N 2N از یک گونه نیستن. حالا کار بانیش نداریم، پس فهمیدیم یه گیاه 4N داریم یه گیاه 2N داریم، اما میتونن با هم آمیزش. بریم سراغ این جمله بالایی که گفته توی صورت سوال پرسیده. این حواستون باشه که پس جوری در گل مغربی تتراپلوید به وجود اومد. میگه آقا اگر گل مغربی های مختلفی داشته باشیم، اینها بیان با هم لقاح بدن، چه اتفاقی میفته؟ خب نکنین اگر مثلا دارم میگم اون گیاهی که به وجود میاد گیاه ماده ما 2N باشه و گیاهی که نرمون هست در واقع N باشه 2N باشه، چه اتفاقی میفته؟ خطای میوزی رو اصلا دیگه اینجا در نظر نمیگیریم، یعنی میوزا همه سالم داره صورت میگیره. چه اتفاقی میفته؟ گامت ماده اون سلول ماده ما یا اون در واقع گیاه ماده ما وقتی میوز انجام میده، یه دونه در واقع توی اون کیسه رویانی یه سلول دو هسته‌ای به وجود می آورد، یه دونه هم تخمک اون سلول تک هسته‌ای در واقع ما وجود می آورد، پس یه سلول N در نهایت به وجود می آورد، یه سلول
دو n اگه بخوایم بگیم. دو n یعنی که در مجموع دو تا n توی کروم، دو تا هسته n کروموزوم داخل خودش داشت، نه اینکه یه سلولی بود که دو n بود کلا. نه، ما این دو n رو میگیم یه هسته n، یه هسته n در مجموع میگیمش دو n که بتونیم راحت‌تر جمع و تفریقش بکنیم. پس یه دونه سلول n به وجود میاره، یه سلول دو n. این گامت نرمون چی بود؟ گفتیم یه سلول n به یه گامت n به وجود می آورد که میومد در لوله گرده تقسیم میتوز انجام میداد، به دو تا سلول در واقع n دیگه تبدیل میشد که یکی این دو تا با هم دیگه لقاح میدادن، اینها هم با هم لقاح میدادن. چه اتفاقی میافتاد؟ این اتفاق، این حالتی که رخ میده، یه گیاه 2n به وجود میاد. خب یعنی یه سلول تخم 2n به وجود میاد با تریپون اندوسپرم 3n به وجود میاد. این اوکیه تا اینجا، این یه حالتش. اما یه حالت دیگه این که آقا گیاه ماده ما 2n باشه، گیاه نرمون 4n. خب گیاه مادهمون که 2n باشه، یه سلول n به وجود میاره، دوباره یه سلول 2n به وجود میاره. گیاه نرمون هم یه گامت 2n و از اون برم یه گامت دوباره 2n به وجود میاد، چون میتوز انجام ده. اینها با هم لقاح میدن، یه سلول تخم اصلی 3n و یه سلول تخم کمکی 4n به وجود میاد، یا همون اندوسپرم 4n به وجود میاد. پس مورد دوم امکان پذیره. این که میگه ممکن نیست غلطه. پس مورد دوم امکان پذیر شد، 3n و 4n. حالا فرض کنین اون گیاهی که میخواد بیاد در واقع لقاح انجام بده، فرض کنیم این گیاه مادهمون 4n باشه، گیاه نرمون 2n باشه. خب پس مادهمون 2n، مادهمون 4n، گیاه نرمون 2n. ماده که 4n باشه، یه سلول 2n به وجود میاره، یه سلول 4n، اون نره یه سلول n، یه سلول n. لقاح که بدن با هم دیگه، سلول تخم اصلی 3n و یه سلول تخم کمکی 5n. پس 3n و 5n هم امکان پذیر شد، اینم حذف شد. موند یه حالت دیگه، آقا این که گیاه ماده ما 4n باشه، گیاه نرمون مثلا 4n باشه، هر دوشون 4n باشن. خب اینجا یه دونه سلول تخم 2n به وجود، سلول گامت 2n به وجود میاره، یه دونه در واقع سلول دو هسته 4n دوباره. اینجا هم گامتاش که تقسیم میتوز انجام بدن 2n و 2n میشه. اینها بیان با هم لقاح انجام بدن، یه 4n و یه دونه هم 6n تولید میشه. پس 4n و 6n هم امکان پذیره. تنها حالتی که ممکن نیست 4n و 5n. پس این چند تا حالتی که ما گفتیم رو سعی کنین به خاطر بسپارین، تو ذهنتون داشته باشین که بتونید ازشون استفاده رو ببرین. پس 2n و 2n، 2n و 4n، 4n و 2n و 4n و 4n. چرا اینا فرق میکنن با هم دیگه؟ چون که ما میدونیم گیاهان یه دونه در واقع سلول دارن که با یه گامت لقاح میداد و سلول تخم وجود می آورد، یه دونه در واقع سلول دو هسته‌ای توی کیسه رویانشون داشتن که با یه دونه از گامت‌های دیگه لقاح میداد و یه تخم تریپلوئید، یا هم ما موقع بهش گفتیم تریپلوئید چون سلولمون 2n بود، یه تخم کمکی رو به ما وجود می آورد، تخم فرعی رو به وجود می آورد. این از این سو. خب بریم سراغ سوال بعدی. میگه رنگ دم پرنده‌ای با یک ژن سدگره‌ای غیر جنسی، یعنی یه ژن اتوزوم غیر وابسته به ایکسی داریم که سه تا آلل داره. میگه دگری اول نسبت به دگری دوم و سوم و همینطور دگری دوم هم نسبت به دگری سوم غالبه. یعنی چه؟ آقا یه صفتی داریم که آلل هاش A1 A2 A3 باشه، آلل A1 هم بر A2 و هم بر A3 غالب باشه، A2 هم بر A3 غالب باشه. میگه اگر پرنده‌ای رخ نمود دگره 3 را داشته باشد، یعنی آقا چی؟ وقتی میخواد رخ نمود آلل شماره 3 رو داشته باشه، این پرنده چی بوده الزامن؟ این پرنده الزامن آسه بوده دیگه، درسته؟ میگه درباره والدینش کدام گزینه صحیح است؟ میگه هر یک از والدینش الزامن ناخالصه. خب نکنین این آلل رو از یه والد گرفته، یه آلل رو از والد دیگه‌اش گرفته دیگه. حالا اینکه اون والدها چه آللهای دیگه‌ای میتونه داشته باشن الزاما توی سوال واسه ما مشخص نکرده. میگه هر یک از والدین ناخالصن، نه ممکنه خالص باشن. میگه حداقل یکی از والدین ناخالصه. خب نه، بازم گفتیم آقا هر دو والد میتونن خالص، یعنی هر دو مثلا ای سه باشن. میگه هیچ یک از والدین نمیتواند رخ نمود دگره دو را داشته باشد. خب چه زمانی رخ نمود دگری دو رو داریم ما؟ موقعی رخ نمود دگری داریم که آقا یا A2 باشیم یا A2 A3 باشیم دیگه. در این حالت ها بود، چون A2 بر A3 غالب رخ نمود دگری A2 رو میده. پس اگر فرض کنیم یکی از والدین A2 باشه، امکان این که رخ نمود دگری دوم رو هم بدیم امکان پذیره. میگه اگر والدین رخ نمود آلل 1 را داشته باشند، نمیتوانند زاده‌ای با رخ نمود دگره 2 را به وجود بیارن. چی داره میگه؟ میگه آقا فرض کنیم اینجا آلل
والدین ما چی باشه؟ میگه رخنمود دیگری یک رو داشته باشن. خب چه موقعی رخنمود یک دیگری یک رو ما داریم؟ تو این حالت که یکی از آلل هامون الزام میدونیم آسه، حواستون باشه. یا اینکه اون والد در واقع واسه ما باید آیک آسه باشه دیگه. تنها در این حالته که ما آلل آسه که مال فرزندش بود الزامن داره و از اون طرف هم داره رخنمود دیگری یا فنوتیپ دیگری شماره آیک رو نشون میده. پس الزامن والدین آیک آسه هن. آیا میتونن اینها با هم لقاح بدن و یه دیگری رو به وجود بیارن که در واقع رخنمود دو رو داشته باشه؟ نه، اینها زاده هایی که تولید میکنن یا آیک آیک تولید میکنن یا آیک آسه تولید میکنن یا آسه آسه تولید میکنن. هیچ وقت فنوتیپ آدو رو بروز نمیدن، پس نمیتوانند زاده با رخنمود دیگری دو به وجود بیارن. جوابش میشه شماره 4. پس این حواستون باشه که آلل ها کدوم ها بر کدوم غالب بود. اینکه فرزنده آسه آسه بود، حالا یه آسه رو از پدر الزامن یه آسه رو از مادر گرفته. حالا میگه اگه فرض کنیم اینها بخوان رخنمود یک رو بروز بدن، باید آلل آیک رو هم داشته باشن که بر آسه غالب باشه. هر دوشون میشن آیک آسه. زاده هایی که به وجود میان هیچ کدومشون فنوتیپ آدو رو بروز نمیدن، به خاطر همین امکان پذیر نیست زاده با رخنمود دیگری دوم به وجود بیاد. خب سوال بعدی میگه یک یاخته پوششی سنگ فرشی زنده پوست انسان سالم با گروه خونی RH مثبت و جای خالی در مرحله جای خالی. خب میگه یک یاخته سنگ فرشی زنده پوست با گروه خونی RH مثبت و ناخالص، یعنی چی؟ یعنی آقا اون صفت ما RR، اون سلول ما در مرحله G2 یک آلل غالب برای صفت RH داره. خب در مرحله G2 کروموزوم ها چی بودن؟ دو کروماتیدی بودن دیگه در مرحله G2. خب وقتی در مرحله G2 کروموزوم های ما دو کروماتیدی هستن، یعنی چی؟ یعنی اگه فرض کنیم این یک کروموزوم ما باشه، اینجا بخوایم صحبت بکنیم میگه ناخالص دیگه. یک کروموزوم داریم که آلل R روشه، یک کروموزوم هم داریم که آلل R کوچیک روشه دیگه، درسته؟ این میشه در مرحله G2، چون توی مرحله G2 کروموزوم هامون دو کروماتیدی هستن. وقتی کروموزوم ها دو کروماتیدی هستن، دو تا آلل آر بزرگ دو تا آلل آر کوچیک. پس این که میگه یک آلل غالب داریم غلطه، دو تا آلل غالب رو داریم. گزینه دوم میگه که اگر فرد خالص باشه در مرحله پروفاز میتوز، خب فرض کنید فرد خالص باشه، یا آر بزرگ یا آر بزرگ یا آر کوچیک آر کوچیکه، فرقی نمیکنه. و چون اینجا داریم گروه خونی مثبت، پس آر بزرگ آر بزرگه. خب در مرحله پروفاز میتوز هم دوباره همینطوره. در مرحله پروفاز میتوز کروموزوم ها هنوز از هم جدا نشده کروماتید هاشون و کروموزوم ها دو کروماتیدیه. چه اتفاقی میفته؟ یا آلل آر بزرگ این داره یا آلل آر بزرگ این داره، یکی این داره یکی هم این داره. میگه در مرحله پروفاز میتوز 4 آلل برای صفت RH در کروموزوم های هسته ایمون دیده میشه. بله 4 آلل برای صفت RH شما در کروموزوم های هسته ایمون میبینید. نگفته 4-9 آلل، گفته 4 آلل در مرحله پروفاز میتوز هم داره بحث میکنه، پس این امکان پذیره. اما میگه گزینه سوم، میگه خالص باشه در مرحله آنافاز میتوز تعداد آلل ها صفت RH همانند تعداد کروموزوم ها دو برابر میشه. توی فیلم جلسه قبلی گفتیم توی مرحله آنافاز تعداد آلل ها دو برابر نمیشه، فقط آلل ها از هم کروماتید خواهری از هم جدا میشن. تعداد آلل ها کی دو برابر میشه؟ تعداد آلل ها در مرحله همانندسازی که ماده ژنتیک مضاعف میشه دو برابر میشن. پس این هم غلطه. چرا؟ چون مربوط به مرحله آنافاز نیست. مورد چهارم میگه آقا در مرحله اگر ناخالص در مرحله G1 باشه، خب فرض کنید ناخالص و در مرحله G1 یعنی کروموزوم ها تک کروماتیدی، یعنی یکی آر رو داریم یکی آر کوچیک رو داریم. میگه از یکی از دو جایگاه یکسان بر روی یک جفت کروموزوم همتا برای تولید دی یه پروتئینی که مربوط به صفت RH رو نویسی میشه. خب همین میگیم آقا پس یه آلل غالب داره، پس باید رونویسی هم بشه، فقط از یه دونه جایگاه رونویسی میشه. حواستون باشه این سلول سنگفرشیه پوست، سلول سنگفرشیه پوست آلل RH رو در سطح خودش بروز نمیده، پس اصلا هیچ کدوم از اینها رونویسی نمیشون. اگر گویچه قرمز نابالغ بود درست بود اون موقع این جمله، ولی چون داره راجع به پوست صحبت میکنه، سلول های پوست آلل RH رو دارند، آلل های مربوط به RH، چون همه سلول های هسته داره بدن ما همه ژن ها رو دارن. اما بحث اینجا اینه که این صفت این پروتئین توی این سلول ها بیان نمیشه. ما پروتئین RH رو در سطح گویچه های قرمزمون فقط داریم، در سطح سلول های سنگ فرشی نیازی بهش نداریم، پس هیچ وقت رونویسی نمیشه. پس حواستون به
جزئیات سوال باشه که بتونین دقیق براتون بگم. مثلا اونجا گفتیم کروموزوم ها، درسته تعداد کروموزوم ها در آنافاز دو برابر میشه، اما اونجا فقط کروموزوم های خواهری از هم جدا میشن، هیچ همانندسازی ژنتیکی رخ نمیده. پس اونجایی که تعداد آلل دو برابر میشه باید همانندسازی ژنتیک داشته باشه. میشه کجا؟ میشه مرحله سنتز یا همانندسازی دی ان ای. سوال بعدی میگه مرد بالغی با گروه خونی آر اچ مثبت، خب آر اچش مثبته اما نمیدونیم در واقع خالص ناخالص، فقط گفته آر اچ مثبت، قطعا یک در هر یاخته پیکری خود حداقل دارای دو آلل برای این صفت. این غلطه. چرا غلطه؟ حواستون به استثناءات باشه. آقا گویچه قرمز اصلا هسته نداره و بالکل آلل هم نداره. حالا اگر میگفت هسته دار چی؟ آره اون موقع درست بود. چرا درست بود؟ چون بالاخره در واقع سلول‌های پیکری هسته دار ما یا دو آلل دارن، یعنی تک هسته‌ای یا دو آلل دارن، یا اینکه چند هسته‌ای هم سلول‌های ماهیچه‌ای بیش از دو آلل دارن. پس حداقل دو آلل صحیحه. اما چون نگفته هسته دار، پس به خاطر گویچه قرمز این گزینه رد میشه. گزینه دوم میگه در هر یاخته جنسی یک جنسی بدن خود اطلاعات ژنی مربوط به آلل غالب این صفت رو دارن. ناکنین چی داره میگه؟ میگه آقا آر اچ باشه، فرض کنیم آر اچ مون هم ناخالص باشه، این یه گامتش توش آر داریم، توی یه گامتش آر کوچیک داریم، توی اون گامتی که آر کوچیک قرار میگیره اطلاعات مربوط به صفت آلل غالب رو اصلا نداریم، پس این هم غلط میشه. مورد سوم میگه هر یاخته حاصل از اسپرماتوسیت ثانویه در بدن خودش دارای یک نوع آلل برای صفت گروه خونی آر اچ می باشد. خب میگه حاصل از اسپرماتوسیت ثانویه باشه فرض کنیم. نکن وقتی که میگه حاصل از اسپرماتوسیت ثانویه یعنی چی؟ یعنی آقا کروموزوم هاش تک کروماتیدی هن، هاپلوئید هن و دارای یک نوع آلل برای صفت گروه خونی آر اچ. هر یاخته حاصل از اسپرماتوسیت ثانویه میشه اسپرماتید ها. اسپرماتیدها هم هر کدومشون کروموزوم هاشون تک کروماتیدیه، پس قطعاً در واقع یک نوع آلل برای صفت گروه خونی یه آر اچ رو داخل هر سلول حاصل از اسپرماتوسیت ثانویه‌اش میبینیم. یک نوع آلل بود، نگفت چند تا آلل. میگه دارای کروموزوم همتا، میگه هر یا در هر یاخته دارای کروموزوم های همتا در بدن خودش تعداد آلل ها برای این صفت در مرحله S دو برابر میشه. حواستون باشه یه سری سلول ها اصلا تقسیم نمیشه. مثلا مثل چه سلول ها؟ مثل سلول نورون، یه سلول دیپلوید اما تقسیم نمیشه، پس هیچگاه در مرحله S همانندسازی رخ نمیده. دو برابر شدن تعداد آلل ها هم واسه اون سلول ساده نیست. پس جواب این تست شد گزینه شماره سوم. بریم سراغ سوال بعدی. میگه کدام گزینه عبارت زیر را به نادرستی تکمیل میکند؟ میگه ژنوتیپ فرد بالغی از نظر گروه خونی ABO و RH خالص است. خب وقتی از نظر ABO و RH خالص است، حالا ببین بررسی بکنیم منظور شما نمیدونیم که گروه خونیش AA میتونه باشه، BB و OO میتونه باشه، اما RHش هم میتونه مثبت باشه، میتونه در واقع منفی باشه. میگه یاخته های بالغ دارای هموگلوبین این فرد، یعنی گویچه های قرمز بالغی که اومدن توی خون و اصلا هسته ندارند، یک نوعی پروتئین برای جابجایی یونی جهت تنظیم پی اچ خون وجود دارد. بله کدوم یونو داره میگه؟ کدوم پروتئین داره میگه؟ داره راجع به هموگلوبین صحبت میکنه. میگه در واقع هموگلوبین توی گویچه های قرمزش وجود داره که این یون اچ مثبت رو با خودش جابجا میکنه و پی اچ خون رو تنظیم میکنه. پس این امکان پذیره. پس این گزینه صحیح ما هست. گزینه نادرست رو میخواد. پس یک صحیح شد. اما مورد دوم میگه در سطح قشای خود انواع مختلفی از رشته‌های قندی رو داره. بله اگر به شکل قشا در کتاب زیست شناسی دهمتون مراجعه بکنین میبینین که انواعی از رشته‌های پلی ساکاریدی و قندی رو ما در اتصال با پروتئین‌ها و فسفولیپیدهای قشامون در سطح خارجیش میبینیم. این موضوع هیچ ارتباطی به گروه خونی ABO هم نداره. ABO یه سری از اون رشته‌های پلی ساکاریدی هستن، اما علاوه بر اونها یه سری رشته‌های پلی ساکاریدی دیگه هم ما توی این بین میبینیم. پس این هم صحیح شد. مورد سوم میگه دارای ژن‌های مشابهی با سایر یاخته‌های سفید موجود در خون هستن. خب ما میدونیم که اصلا گویچه‌های قرمزی که بالغ هستند و دارای هموگلوبین هستند هیچ وقت ژن ندارن، چون هسته ندارن، کروموزوم ندارن، پس ژنوم خودشون رو هم از دست دادن. بس این غلطه. جواب گزینه 3 میشه، چون اصلا ژنی ندارن که بخوان در واقع مشابه سایر گویچه‌های سفید باشه. مورد چهارم میگه فاقد توانایی رونویسی از ژن‌های مربوط به صفت آر اچ هستند. بله
ژنی ندارن که بخوان رونویسی بکنن، پس فاقد توانایی رونویسی از ژن‌های مربوط به صفت RH هم هستن. جواب شد گزینه شماره سوم. بریم سراغ سوال بعدی. خب یا سوال نیستن، ما چند تا سوالی رو شما گفتیم، چند تا گزینه رو قرار با هم دیگه بررسی بکنیم، ببینیم مثلا گزینه صحیح این گزینه غلط، اینا رو بررسی بکنیم. میگه اگر در یک فرد سالم گروه خونی B مشاهده شود و فرزند این فرد دارای گروه خونی A باشد، الف به طور حتم میتوان گفت در یاخته های پیکری هسته دار مادر این فرد دو آلل A یافت میشود. خب نکنین، میگه فرزند گروه خونیش A هست، پدر گروه خونیش بی. خب ما نمیدونیم که در واقع پدر مثلا یا بی بی باید باشه یا بی او. اگر بی بی باشه خب پسر باید آبی میشد، پس امکان پذیر نیست. فرزند پسر پدر بی اوه، فرزنده هم ای اوه، و آلل ای رو از کی گرفته؟ از مادر خودش آلل ای رو گرفته. ولی نمیدونیم که مادره میتونه دو جور باشه، یا مادره میتونه ای بزرگ باشه، یا میتونه ای بزرگ در واقع او باشه، یا میتونه ای بزرگ بی باشه. هر دو حالتش امکان پذیره. هر سوالتش میگه به طور حتم میتوان گفت در هر یاخته پیکری هسته دار این فرد دو آلل ای یافت میشه. نه، اگر فرض کنیم مادر ای او باشه یا ای بی باشه، فقط یک آلل ای رو در سلول های پیکری هسته دارش میبینیم. چرا؟ چون پیکری هسته دار در مرحله جی 1، در مرحله جی 1 هم کروموزوم هاشون هنوز مضاعف نشده. وقتی کروموزوم ها مضاعف نباشه، پس فقط یک کروماتید داریم، یه جایگاه داریم، پس یه آلل ای رو هم داریم. پس به طور حتم نمیتوان گفت. این غلط مورد الف. مورد ب میگه در این خانواده ممکن است که هر چهار نوع گروه خونی مشاهده شوند. خب چه حالت امکان پذیره؟ فرض کنین آقا مادر ای او باشه، پدر بی او باشه. خب آره، گروه خونی ای بی میبینیم، گروه خونی ای او بی او و همینطور او او رو میبینیم. پس در این خانواده ممکن است هر چهار گروه خونی رو مشاهده بکنیم. مورد جیم میگه الزاماً در سطح هر گلبول قرمز فرزند بالا، یعنی همون فرزند در واقع با گروه خونی A، آنتیژن A یافت می شود. بله، هر گلبول، چون در واقع ژنوتیپش AO هست دیگه گفتیم، پس هر گوشه قرمزی که داشته باشیم اون پلیساکارید A یا اون در واقع آنتیژن A روی همه گلبول های قرمزش وجود داره، پس این مورد هم صحیحه. مورد دالمه در پلاسمای خون مادر فقط پادتن ضد B یافت می شود. اگر مادر گروه خونیش در واقع AB باشه، نه پادتن ضد A داره نه پادتن ضد B. حواستون باشه قضیه چیه اینجا. قضیه اینه که ما میگیم آقا وقتی یه پروتئینی در سطح سلول هامون داریم، سلول ها اون رو دیگه عنوان پروتئین خودی شناسایی میکنن و بر علیهش پادتن نمیسازن. حالا فرض کن یه فرد گروه خونیش AO هستش، یعنی آنتیژن B رو سطح خودش نداره، پس اینجا این فرد میتونه بر علیه این گروه خونی B پادتن رو بسازه. چرا؟ چون اون B برای بدن خودش نیست و پادتن ضد B داره. فردی که گروه خونیش B هست پادتن ضد A داره، فردی که گروه خونیش O هست هم پادتن ضد O A داره هم پادتن ضد B، و فردی که گروه خونیش AB هست نه پادتن ضد A داره و نه پادتن ضد B. پس مورد دالش هم غلط شد، فقط مورد B و جیم صحیح بود. بریم سوال بعدی. آها، خب این سوال قشنگیه، کنکور هم قبلا اومده بوده ولی خب یکم تغییرش دادیم. میگه صفت تاسی نوعی صفت غیر وابسته به جنس، صفت اتوزومیه در واقع، که در مردان با ژنوتیپ B بزرگ و B بزرگ B کوچیک بروز میکنه، در زنان با ژنوتیپ B بزرگ B بزرگ. میگه از ازدواج یه زن و مرد سالمی که هر دوشون تاس هستند، میاد یه فرزند دختری غیر تاس و یا فرزند پسر تاسی متولد میشه. خب داره میگه فرزند دختر الزاماً تاس نیست، اما فرزند پسرشون چیه؟ تاسه. خب فرزند پسر که بخواد تاس باشه، ما نمیدونیم که آقا داره میگه پدر و مادر چی هن؟ هر دو تاسن. یعنی چی؟ یعنی مادره B بزرگ B بزرگه، درسته؟ و پدرش میتونه B بزرگ B بزرگ باشه، میتونه B بزرگ B کوچیک باشه. خب حالا ناکنیم داره میگه دختری که غیر تاسه متولد شده، پس اگر پدر B بزرگ B بزرگ باشه، خب همه زاده ها میشدن B بزرگ B بزرگ و عمقا همه زاده هامون تاس بودن، چه دخترش چه پسرش، پس این دختر غیر تاس میتونم پذیر نگو. پس پدر الزامن ژنوتیپش B بزرگ B بزرگ نیست، ژنوتیپش چیه؟ B بزرگ B کوچیکه. خب به همین راحتی ژنوتیپ پدر مادر رو فهمیدیم. حالا بریم سراغ گزینه ها. میگه در این خانواده
می توان گفت در هر سلول هستهدار پیکر این پسر دو نوع آلل مختلف مشاهده میشه. پسر چیه؟ پسر تاس دیگه. خب پسری که بخواد تاس باشه چه اتفاقی میفته؟ چند مدل واسه امکان پذیره؟ ممکنه بی بزرگ بی بزرگ باشه، ممکنه بی بزرگ بی کوچیک باشه. میگه در هر سلول هستهدار پیکر این پسر دو نوع آلل مختلف مشاهده میشه؟ نه، ممکنه پسر بی بزرگ بی بزرگ باشه و فقط یک نوع آلل واسش مشاهده بشه. ب میگه قطعاً هر فرزند پسر این خانواده الزاماً تاس میشه، یعنی هر فرزند پسری که متولد میشه الزاماً تاسه. بله، چون اگر این فرزندان ژنتیکشون یا بیه بزرگ بیه بزرگ یا بیه بزرگ بیه کوچیکه، توی مردان هر دوی اینها تاسه، پس هر فرزند پسری که متولد بشه الزاماً تاس هستش. میگه هر فرزند دختر این خانواده الزاماً دارای آلل بیه بزرگ هست. بله، هر کدوم از این ژنوتیپ ها رو داشته باشه، چه بیه بزرگ بیه بزرگ چه بیه بزرگ بیه کوچیک، الزاماً آلل بیه بزرگ رو داخل خودش داره. پس این هم صحیح شد. میگه در هر اسپرماتوسیت پدر این خانواده فقط یک نوع آلل مشاهده میشه. ناکنین اسپرماتوسیت پدر این خانواده، خب پدرش چجوری بود؟ بیه بزرگ بیه کوچیک بود. خب اگر بگیم پدرش بیه بزرگ بیه کوچیک بود، فرض کنین که یک کروموزوم دو کروماتیدی باشه، در مرحله مثلا پروفاز میوزش قرار این اتفاق بیفته. خب میگه فقط یک نوع آلل مشاهده میشه. میگیم آقا فرض کنیم این یه پدرش باشه دیگه، این خب توی مرحله پروفاز میوز یکه، این بیه بزرگ بیه بزرگ باشه، اینم بیه کوچیک بیه کوچیک، اگر بیاد کراسینگ اوور در این مرحله رخ بده و کروماتیدهای غیر خواهری کروموزوم های همتا با هم بیان در واقع کراسینگ اوور انجام بدن، اسپرماتید پدر چجوری میشه؟ یه اسپرماتیدی به وجود میاد که در واقع هر کدومشون یکی از این کروموزوم ها رو دارن، یکیشون بیه بزرگ بیه کوچیک، اون یکی هم میشود بیه بزرگ بیه کوچیک. یعنی چی؟ یعنی این که میگه هر اسپرماتوسیتش فقط یک نوع آلل داره، اگر کراسینگ اوور صورت بگیره میتونه اسپرماتوسیت اولیه‌اش که در واقع دو کروماتیدیه میتونه دو تا آلل، دو نوع آلل داشته باشه. بس این فقط واسه اسپرماتوسیت ثانویه‌اش صحیحه. میگه الزاما ژنوتیپ هر فرزند دختر این خانواده با ژنوتیپ مادرش متفاوته. خب ژنوتیپ فرزند این دختر این خانواده میتونه چی باشه؟ فرض کنیم مادرشو گفتیم که آقا بیه بزرگ بیه بزرگ، پدر بیه بزرگ بیه کوچیکه، دخترش میتونه بیه بزرگ بیه بزرگ باشه، میتونه بیه بزرگ بیه کوچیک باشه دیگه، امکان پذیره دیگه، میتونه بیه بزرگ بیه بزرگ بیه بزرگ بیه کوچیک باشه. اگر بیه بزرگ بیه بزرگ باشه مشابه مادرشه. پس این که میگه هر فرزندی ژنوتیپش با مادر فرق میکنه، غلط. برده و میگه در یاخته های جنسی دختر این خانواده فقط یک آلل برای این صفت مشاهده میشود. خب اگر دختراش رو بخوایم بررسی بکنیم، گفتیم اگر اینجوری باشه در یاخته های جنسی دختر این خانواده فقط یک آلل برای این صفت دیده میشه. بله، یاخته جنسی میشه اون یاخته در واقع نهایی که کروموزوم هاش تک کروماتیدی هم و سلول هاپلویده، یک کروموزوم بیشتر نداره، یک جایگاه ژنی بیشتر نداره و فقط هم واسه اون صفت یک آلل داره. بله، در اون منظور اوسیت های نهایی یا اووم بهش بگیم یا تخمک نهایی و همینطور در اسپرم ها توی مردان که میشه یاخته جنسی نهایی، اینها هر دوشون هاپلویدن، کروموزوم هاشون تک کروماتیدی هن. پس فقط الزاماً واسه صفت های تک جایگاهی مثل این صفت تاسی یک نوع آلل رو بیشتر ندارن. این سوال خیلی خیلی سوال قشنگیه، سعی کن یادداشتش بکنین، خودتون بررسیش بکنین بیشتر، چون مدل های مختلفی از این مدل میشه در آورد و توی آزمون ها سوالاش رو ببینین. خب بریم سراغ سوال بعدی. میگه ژن مربوط به نوعی بیماری نهفته با ژن مربوط به گروه خونی ABO بر روی یک کروموزوم قرار داره. یعنی چی؟ آقا مثلا کروموزوم فرض کنیم شماره یک هم گروه خونی ژن گروه خونی ABO رو داره، هم ژن اون بیماری نهفته ما رو داره، و چون که اون گروه خونی الزاماً یه صفت غیر وابسته به جنسه، پس اون بیماری ما هم یه صفت غیر وابسته به جنسه، چون روی کروموزوم قرار دارن، پس اون چون غیر وابسته به جنسه، این هم غیر وابسته به جنس محسوب میشه. میگه اگر مردی با گروه خونی B و سالم از نظر بیماری با زنی دارای گروه خونی A و مبتلا به بیماری ازدواج کند و فرزند دومشون مبتلا به بیماری باشه و گروه خونیش D باشه. خب ناکنین میگه چی؟ مردی با گروه خونی B و سالم از نظر بیماری. خب ناکنین وقتی میخواد مرد گروه خونیش بی باشه، ناکنین پیوسته بودن رو اینجوری نشون میدن، آلل هایی که روی یک کروموزوم هستن رو بالا، آلل هایی که روی کروموزوم همتاش هستن رو پایین نشون میدن. خب ما نمیدونیم پدر بی او هستش یا بی بی، فعلا بیش رو مینویسیم و میگه از نظر این بیماری چیه؟ سالمه. پس میگیم آقا وقتی سالمه بیماری وابسته به ایکس، در واقع
نهفته، بیماری غیر وابسته به ایکس نهفته بود دیگه. حالا پس یه آلل دی بزرگ هم داره، اما نمیدونیم که این دی بزرگ دی بزرگه یا دی بزرگ دی کوچیکه. اون ورش هم هنوز نمیدونیم که آقا او یا بیه. میگه بازنه دارای گروه خونی ای و مبتلا به بیماری ازدواج کردیم. خب زن رو میدونیم که پس مبتلا به بیماری دی کوچیک گروه خونی ای هم هست، نمیدونیم هنوز ای او هست یا ای. میگه فرزند دومش مبتلا به بیماری شد، یعنی فرزند دوم چیه؟ فرزند دوم دی کوچیکه. پس وقتی فرزند دوم دی کوچیکه، یک دی کوچیک رو از مادر گرفته دیگه، قطعا اون دی کوچیک رو بعد از پدر گرفته باشه و همچنین فرزند دیگه‌اش هم داره گروه خونی بی می باشد. خب وقتی فرزند دیگه دارای گروه خونی بی هست، این گروه خونی یا بی او یا در واقع بی بی دیگه، درسته؟ و ما گفت فرزند اولشون هم گروه خونیش ایه، اونم یا ای او یا در واقع ای که نمیتونه باشه، چون که پدرش در واقع مقابل آلل ای داشته باشه، دستوری پدر گروه خونیش مثلا بیه، پس امکان پذیر نیست. از این ور بی بی هم نمیتونه باشه فرزند دومشون. چرا؟ چون اگر بی بی باشه یعنی مادره باید یه آلل بی داشته باشه و گروه خونیش ای بی باشه، که با صورت سوال در تناقض است. صورت سوال داره میگه گروه خونیش ای باشه، پس نه هست شد. پس فرزندان ای او و بی او هستن. خب پس یعنی چی؟ این ای رو که از مادر گرفته، او رو از پدر میگیره. توی بی او هم بی رو از پدر گرفته، او رو از مادر. پس ژنوتیپ های پدر و مادر رو تونستیم تشخیص بدیم با توجه به فرزند. این که اینجوری نشون دادن یعنی پیوسته بودن، یعنی آلل بی بزرگ و دی بزرگ روی یک کروموزوم همتان، او و دی هم روی کروموزوم همتای مقابلش قرار داره. میگه در این خانواده میتوان گفت احتمال تولد فرزند پسری با گروه خونی بی و مبتلا به این بیماری وجود دارد. خب ناکنیم با اگه ما بخوایم در واقع بیایم این رو به صورت بدون کراسینگ اوور حل بکنیم، یعنی بگیم آقا کراسینگ اوور نداریم، دو جور میشه حلش کرد. ناکنیم اینجوری حالت اولش، بدون اینکه کراسینگ اوور رو در نظر بگیریم، این حالت میشه. اینکه آقا بیایم بگیم خب بالایی ها مثلا یه بار با هم، یه بار بالایی با این، یعنی زبدری بریم، یه بار این با این، یه بار هم دو تای پایینی با هم دیگه، یعنی میشد مثلا بی او دی بزرگ دی کوچیک، مثلا بی آ دی بزرگ دی کوچیک، یکی هم آ او دی کوچیک دی کوچیک، یکی هم او او دی کوچیک دی کوچیک. این حالته که چیه؟ کراسینگ اوور رو در نظر نگرفتیم. اگر کراسینگ اوور رو بخوایم در نظر بگیریم، میشه همون حالت معمولی آمیزشمون، یعنی بی او دی دی در واقع آ او دی کوچیک دی کوچیک. هر دو حالت رو در نظر بگیریم، یعنی یه بار با کراسینگ اوور سوال رو حل بکنیم، بررسی بکنیم گزینه ها رو، یه بار در واقع اینجا بدون کراسینگ اوور حلش بکنیم اگه بخوایم بگیم نبود کراس، یه بار هم با وجود کراسینگ اوور حلش بکنیم. میگه احتمال تولد فرزندی با گروه خونی بی و مبتلا به این بیماری وجود ندارد. اگر بیایم بدون کراسا رو بررسی بکنیم، بله گروه خونی بی مون هم وارث سالمه، اما پایین رو بررسی میکنیم میبینیم امکان گروه خونی بی وجود داره، امکان بیمار بودن هم وجود داره، و چون این ژن ها بر روی یک کروموزوم در واقع مشترک قرار دارن، میتونه کراسینگ اوور رخ بده و فرزند مبتلا به بیماری هم واسه ما بده. پس وقتی کراسینگ اوور خواستیم در نظر بگیریم، همه حالات رو مثل همون حالت معمولی که حساب می‌کردیم در نظر می‌گیریم. ب میگه الزاماً هر فرزند دارای گروه خونی آبی از نظر ابتلا به بیماری سالمه. خب هممون میگیم آقا پس این گروه خونی ای بی از این ورم که سالمه، پس سالمه. نه، اگه کراسینگ اوور رخ بده، آقا گروه خونی ای بی امکان پذیره با کراسینگ اوورش، یعنی این ای و بی با هم دیگه، و فرزندان میتونن دی بزرگ دی کوچیک باشن یا دی کوچیک دی کوچیک باشن. اگر دی کوچیک دی کوچیک باشن سالمه، اما اگر دی بزرگ دی کوچیک باشن فرزند سالم نیست. پس این هم غلط شد. میگه میتوانن دارای فرزندی متولد شود که از نظر هر دو صفت خالص باشد. ما بالا رو نگاه میکنیم، حالتهایی که در واقع با بدون کراسینگ اوور باشه، خب میگیم نه، همیشه الزاما فرزندامون حداقل از نظر یک صفت ناخالصن. اما وقتی بیایم پایین رو بررسی بکنیم، البته یه حالت اینجا ها داریم، یه او او دی دی رو هم این پایین داریم که از هر دو صفت خالصه، پس این جمله میتونه صحیح باشه. اما اگر حالت پایین هم حساب بکنیم، فرض کن دوباره او او دی کوچیک دی کوچیک دوباره میتونه به دست بیاد. پس چه با کراس چه بدون کراس، او 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 بزرگ او بزرگ دی کوچیک دی کوچیک در هر دو حالت امکان پذیره و جیم صحیحه. دال میگه هر فرزند دارای گروه خونی او الزاما دارای آلل بیماری میباشد. بله ناگهان هر فرزندی که دارای گروه خونی او باشه، یا او او دی کوچیک دی کوچیکه، یا از این پایین بریم علاوه بر اون یه او او دی بزرگ دی کوچیک رو داریم، الزاما دی کوچیک رو همه افراد ما
دارن. پس میتونیم بگیم که هر فرزند دارای گروه خونی او الزاماً دارای بیماریزا هم هست. مورد ه میگه افراد دارای آلل سلامت میتوانن هر چهار نوع گروه خونی رو داشته باشن. بله، فرض کنیم اینجا اگر بگم همون حالت بدون کراسینگ اوور رو در نظر بگیریم، حالت با کراسینگ اوور رو بیان در نظر بگیریم در پایین، اگه فرض کنیم گروه خونی که ما میده اون در نهایت دارای بیماری بیاد دی بزرگ دی کوچیک ما بده، یعنی آلل سلامت رو داشته باشیم، گروه های خونیمون میتونن AB، میتونه AO، BO و همینطور OO باشه و هر چهار نوع گروه خونی رو به ما بده. پس مورد ه هم صحیح شد. پس توی این مدل سوال هایی که کروموزوم ها به شما میگه این صفت بر روی یک کروموزوم مشترک قرار دارن، باید حواستون باشه که یک بار کراسینگ اوور رو در نظر بگیرین حساب بکنین، یک بار کراسینگ اوور رو در نظر نگیرین و باز هم دوباره حساب بکنین و به جواب برسین. ما توی این سوال واسه برخی از گزینه ها بدونستن اینکه کراسینگ اوور صورت میگیره احتیاج داشتیم. این از این. بریم سراغ سوال بعدی. میگه در رابطه با هر صفتی که وابسته به جنس باشد میتوان گفت این صفت از مادر به فرزند پسر منتقل میشه. نکنید صفت های وابسته به جنس یا روی کروموزوم X هن یا روی کروموزوم Y. اونهایی که روی کروموزوم Y هستند از پدر به فرزند پسر به ارث میرسه. پس این جمله غلطه. نکنید نگفته صفت وابسته به X، داره میگه صفت وابسته به جنس. وقتی میگه وابسته به جنس یا X یا Y، اگر میگفت صفت وابسته به X یعنی فقط X، اون موقع گزینه یک درست میشد، فقط از مادر به فرزند پسر انتقال داده میشد. اما چون داره میگه وابسته به جنس، سری صفات هستن که روی کروموزوم Y ان و اینها از پدرم به فرزند به ارث میرسن. مورد ب میگه در زنان جمعیت الزاماً دو آلل وجود داریم، یعنی در هر زن جمعیت ما الزاماً دو آلل واسه این صفت داریم. در زنان جمعیت اگه بخوایم بگیم واسه صفت هایی که وابسته به ایگرگ هستند یا وابسته به وای هستند هیچ وقت آللی اصلاً نداریم، چون کروموزوم وای ندارن. پس در زنان جمعیت الزاماً دو آلل برای این صفت داریم غلطه. اصلا ممکنه این صفت فقط بدن مردان ببینیم، در بدن زنان اصلا نبینیمش. و مورد جیم میگه در بدن مردان جمعیت فقط یک جایگاه ژنی دارد. اگه در واقع بخوایم بگیم فقط منظور صفت تک جایگاهی باشه، درسته فقط یک جایگاه ژنی دارد، اما اگر در واقع این صفت چند جایگاهی باشه میتونه بیش از یک جایگاه ژنی هم داشته باشه، پس این هم غلط میشه. میگه در هر سلول بدن مردان در صورت وجود یک آلل آن ژن بیان میشود. یعنی میگه آقا اگر یه آلل داشتیم توی بدن مرد از این صفات وابسته به جنس، اون ژن بیان میشه توی هر سلول بدن ما. اونایی که داره میگه در صورت وجود یک آلل، یعنی گوچه قرمز در نظر نگیرین که بگین آقا گوچه قرمز داره ردش میکنه اصلا آللی نداره، نه، میگه اگر فرض کنیم حالا یه آللی باشه الزاما اون ژن بیان میشه. بله، اگر چه روی کروموزوم وای باشه چه روی کروموزوم ایکس باشه الزاما اون بیان میشه. خب بریم سراغ سوال بعدی. میگه نوعی صفت تک جایگاهی در جمعیت انسان رو مورد بررسی قرار دادیم. میگه درباره این صفت میتوان گفت الف در بدن افراد جمعیت حد اکثر دو آلل مختلف دیده میشه. نه، در واقع اگه بخوایم توی کل جمعیت حساب بکنیم، اگر این صفت تک جایگاهیمون چند آللی باشه مثل گروه خونی، در بدن افراد جمعیت بیش از دو آلل رو ما داریم مشاهده میکنیم. میگه در بدن هر فرد از این جمعیت دو آلل مشاهده می شود. دوباره اگه بخوایم هر فرد از جمعیت رو بررسی بکنیم با صفات های تک جایگاهی، اگر صفات تک جایگاهی وابسته به X باشه، یعنی روی کروموزوم X باشه، بدن مردها فقط یک آلل واسه اون صفت داره نه دو آلل. جیم حد اکثر سه نوع فنوتیپ مختلف در بین افراد جمعیت مشاهده می شود. نکنیم بسته به این که در واقع صفت تک جایگاهی دیگه. خب میگه سه نوع فنوتیپ مختلف رو ما حد اکثر در بین افراد جمعیت میبینیم، چون داره میگه در بین افراد جمعیت و داره میگه آقا صفت تک جایگاهیه، این صفت تک جایگاهی بسته به این که حالا چند آللی باشه یا در واقع تک آللی باشه قضیه فرق میکنه. فرض کنیم گروه خونی باشه که تک جایگاه باشه، گروه خونی چند نوع فنوتیپ میبینیم؟ ما یه فنوتیپ A میبینیم، یه فنوتیپ B میبینیم، یه فنوتیپ AB و یه فنوتیپ O. پس این که میگه حد اکثر سه نوع فنوتیپ در جمعیت میبینیم غلطه، ممکنه در جمعیت چهار نوع فنوتیپ رو ببینیم. میگه در هر گامت این جمعیت یک آلل برای این صفت مشاهده میشه. دوباره این هم غلطه. فرض کنین اون صفت وابسته به ایکس باشه، یعنی روی کروموزوم ایکس باشه، یه سری از گامت های پیکر مردان فقط کروموزوم وای دارن، اصلا کروموزوم ایکسی ندارن که بخوان واسه اون صفت آلل داشته باشن. پس این هم غلط شد. و میگه هر فرد دارای یک نوع آلل برای این صفت الزاماً فردی خالص از نظر این صفت است. دوباره این هم غلط میشه. چرا؟ چون فردی که در واقع مثلا دارم میگم
مرد باشه یه صفت وابسته به ایکس باشه، مثلا ایکس آی کوچیک وای، چون یه آلل فقط داره و یک نوع آلل هم محسوب میشه، نمیتونیم بگیم این فرد خالصه. این فرد اصلا خالص و ناخالص بودن واسهش مطرح نیست، چون کلا یه آلل داره و ما با بودن یک آلل راجع به خالص ناخالصی صحبت نمی کنیم. ببین چند جمله صحیح غلط بررسی بکنیم. میگه هر نوع صفت ارثی در انسان که تحت کنترل بیش از یک جایگاه ژنی باشد الزاما در جمعیت برای فنوتیپ آن نمودار پیوسته و شبیه زنگوله قابل انتظار است. بله، همه صفات پیوسته در جمعیت نمودارشون مثل نمودار رنگ ذرت زنگوله شکله و این صفات صفت پیوسته محسوب میشه. میگه ژنوتیپ تمام هسته های همه سلول های عضلانی بدن یک مرد بالغ و سالم با هم مشابهند. بله، چه سلول عضله اسکلتی باشه، چه قلبی باشه، چه عضله صافش باشه، چون این سلول ها از تقسیم یه سلول تخم اولیه به وجود اومدن، پس همه هسته هاشون، همه ژن هاشون با هم دیگه یکسانه. میگه هر یاخته بدن یک زن بالغ دارای حداقل یک نوع آلل برای اون صفت گویچه های قرمز کلن ژنوم ندارند و آلل هم ندارند. دال در بدن زن بالغی با گروه خونی ای بی هر نوع اوسیدی که در مرحله ای از تقسیم میوز متوقف بشه قطعا دارای دو نوع آلل مختلف برای گروه خونیه. چه اوسیت هایی در مرحله ای از میوز متوقف میشن؟ هم اوسیت اولیه که در پروفاز میوز یک متوقف میشه، هم اوسیت ثانویه ای که توی ابتدای میوز دو متوقف میشه تا بیاد اسپرم باهاش لقاح بکنه. پس هر دو اوسیت شامل میشه. میگه قطعا دارای دو نوع آلل مختلف برای گروه خونیه؟ نه، ممکنه اوسیت اوسیت ثانویه باشه، هاپلوید باشه و فقط یک نوع کروموزوم داشته. پس این قطعا غلطش کرده. مورد ه میگه هر جهشی که در سلول پیکری بدن یعنی و غیر زاینده یک جاندار رخ بده الزاما نمیتواند به نسل بعد منتقل بشه. اینم غلطه. اگر فرض کنین جهش در سلول پیکری غیر زاینده یک گیاه رخ بده ما بیایم اون گیاه رو تولید مثل قرجنسی انجام بدیم، مثل قلمه زدن، مثل خوابانیدن، مثل پیوند زدن، اون موقع اون جهش میتونه به جاندار نسل بعدش هم منتقل بشه. پس این که میگه الزاما نمیتواند غلطه. میگه هر جهشی که در یاخته های جنسی بالغ یک فرد رخ بده الزاما به زاده های نسل بعدش منتقل میشه. فرض کنین جهش در ژن سیتوپلاسمی اسپرم رخ بده، اون موقع ما گفتیم ژن های سیتوپلاسمی از اسپرم به در واقع یاخته تخم منتقل نمیشه، فقط از تخمک منتقل میشه. پس هر جهشی که در یاخته جنسی بالغ یعنی مثلا دارم میگم در دنای سیتوپلاسمی میتوکندری اسپرم رخ بده به نسل بعد منتقل نمیشه. پس این هم در واقع غلط شد. بریم سراغ در واقع این موضوع. میگه از ازدواج مردی فقط مبتلا به بیماری تحلیل عضلانی دوشن با زنی سالم از نظر هموفیلی و تحلیل عضلانی دوشن، میگه ژن مربوط به این دوتا به طور همزمان به ارث میرسن. یعنی چی؟ یعنی پیوستن هر دو بر روی کروموزوم X قرار دارن و هر دو با هم به فرزند منتقل میشه. خب میگه از ازدواج مردی فقط به مبتلا به بیماری تحلیل عضلانی دوشن، یعنی یه مردی رو داریم که فقط تحلیل عضلانی دوشن داره، یعنی دیه کوچیکه، چون تحلیل عضلانی یه بیماری وابسته به ایکس مقلوب محسوب میشه و میگه از نظر هموفیلی هم باید سالم باشه دیگه، چون فقط مبتلا به تحلیل عضلانی دوشن بود. و همینطور میگه یه زن سالم و ناخالص از نظر هموفیلی و دوشن. خب یه زن خالص، یه زن ناخالص و سالم داره. میگه فرض میکنیم این مدلی باشه ژنوتیپش، حالا یه چیز فرضی مینویسیم. میگه در بین فرزندان 8 نوع ژنوتیپ مختلف مشاهده میشود. نکنین این مرده اگر بخواد بیاد گامت تولید کنه یا یه گامت XD اش بزرگ تولید میکنه یا یه گامتی که Y توش باشه، این دو گامت مرد. اما این زن که بخواد گامت تولید کنه، این مادر خانواده که بخواد گامت تولید کنه، ما میتونیم کراسینگوور رخ بده و به جای یک نو گامت 4 نو گامت تولید بکنه. یعنی چی؟ یعنی یه گامت بده ایکس دی اچ دی بزرگش بزرگ، این یه گامتش، یه گامت بده ایکس دی اچ کوچیک، یه گامت بده ایکس دی کوچیک اچ بزرگ و یه گامت هم بده ایکس دی کوچیک اچ کوچیک، 4 نو گامت. خب این 4 نو گامت بالا هم 2 نو گامت با هم لقاح بدن میشه چند نو گامت؟ 8 نگاه. پس این امکان پذیر هست. میگه امکان تولد دختری فقط دارای آلل های مغلوب برای این بیماری وجود ندارد. چرا؟ ممکنه این دو تا با هم دیگه در واقع بیان. میگه امکان تولد دختری فقط دارای آلل های مغلوب برای این بیماری وجود ندارد. این درسته. چرا؟ چون اگر بیان در واقع همه حالات رو بررسی بکنیم میبینیم که حداقل یه آلل غالب رو واسه دختر داریم. پس این صحیح هستش. میگه تعداد فنوتیپ های احتمالی زاده های پسر
بیشتر از زاده های دختر شما. اگر فنوتیپ های زاده های پسر رو ببینین چهار نوعه، اما فنوتیپ زاده های دختر اگه بیام حساب بکنیم میبینیم که دو نوعه. پس تعداد فنوتیپ های احتمالی زاده های پسر بیشتر از زاده های دختره. میگه امکان نداره دختری مبتلا به هر دو بیماری تولید بشه. بله، چون ناخن اگر قرار تو دختر باشه این پدر باید همیشه این رو انتقال بده. وقتی پدر این رو انتقال میده پس اچ بزرگ رو همیشه انتقال میده، یعنی اون دختر از مادرش اچ کوچیک رو هم بگیره به خاطر قابل بودن اچ بزرگ همیشه اون فرزند دختره از نظر هموفیلی سالمه و از نظر بیماری دیگه ممکنه بیمار باشه. پس امکان نداره دختری متولد بشه که به هر دو بیماری مبتلا بوده. خب نرسیدیم دیگه زیاد راجع به این گیاهان صحبت بکنیم. سعی کنین خودتون شکل رو بیارین، ژنوتیپ نویسی رو واسش انجام بدین، جاهایی که میوز انجام میده در واقع میتونه در واقع که اون کراسینگ اوور و نو ترکیبی رخ بده، اما جاهایی که میتوز رخ میده کراسینگ اوور و نو ترکیبی نداریم. اینو بشینین خودتون دقیق‌تر بررسی بکنیم و نکاتش رو یادداشت بکنین. خب این سوالاته بود که این جلسه ما با هم دیگه بررسی کردیم، امیدوارم که واسهتون مفید بوده باشه. نکاتش رو یادداشت بکنین. برین موفق باشین.